افرادی که برای ویزای غیر مهاجرتی داخل خاک آمریکا هستن معمولا تمایل دارن که به اشتغال مشغول بشن. این تمایل یا به دلیل کسب درآمد هست یا به دلیل کسب تجربه. مطابق قانون مهاجرت افراد میتونن در صورتی که قانون بهشون این اجازه رو داده باشه به اشتغال مشغول بشن، منوط به اینکه اون اجازه مربوطه رو، اون ورک authorization رو از اداره مهاجرت کسب کرده باشن. یک مشکل خیلی رایجی که مخصوصا برای دانشجوها به وجود میاد این هستش که یک تصوری هست، یک presumptionی هست که فکر میکنن اگر که به صورت داوطلبانه کار بکنن این مشکلی براشون نخواهد داشت و در واقع از هیچ گونه قوانین مهاجرتیشون تخطی نکردن. معمولا تعریفی که افراد از کار داوطلبانه ارائه میدن این هستش که من هیچ حقوقی دریافت نمی کنم، بنابراین I should be safe. متاسفانه اینطور نیست. تفاوت بین employment و volunteering فقط این نیستش که شما حقوقی دریافت نکنید. شما میتونید یک کار به صورت مجانی انجام بدین، اما همچنان برای مقاصد ایمیگریشن و یا مطابق قانون کار آمریکا به عنوان ایمپلویی محسوب بشین. خیلی مهم هست که یک تعریفی مطابق قانون مهاجرت و قانون اداره کار از این دو تا مبحث ما ارائه بدیم. تعریفی که برای معمولا برای اداره مهاجرت ازش استفاده میشه برای ایمپلویمنت این هستش که فرد یا یک سرویسی رو یا یک نیروی انسانی رو، یک لیبر رو برای کارفرما تأمین میکنه به شرطی که در ازاش یک ویج که همون حقوق یا دستمزد معمولا ما ترجمه میکنیم یا یک ریمیونریشنی رو دریافت بکنه. ریمیونریشن تنها امور مالی رو شامل نمیشه و متاسفانه یک تعریف خیلی گسترده ای رو داره. میتونه این باشه که حتی شما کاری رو برای کارفرما انجام بدین، در ازاش هیچ حقوقی دریافت نکنین، منتها فری فود یا جای مجانی یا یک هدیه‌ای دریافت بکنین. اگر که این شرط رو دارین و هنوز حقوقی دریافت نمی کنین، متاسفانه به عنوان یک کارمند، به عنوان ایمپلوی محسوب میشین. تعریفی هم که اداره کار آمریکا برای والنتیرینگ ارائه میده این هستش که شخص بخشی از ساعات خودش رو برای کارهای خیریه، امور خیریه یا انسان دوستانه صرف میکنه و در ازاش هیچ انتظاری نداره که پرداخت بشه یا پاداشی دریافت بکنه. اداره کار یک سری شرایط رو هم لیست میکنه و اونها از این قرار هستن که شخص هیچ انتظار در واقع بازپرداخت مالی نباید داشته باشه و اینکه کاری که شخص انجام میده در واقع جایگزین یک ایمپلویی که ایمپلویی بتونه اون کار رو انجام بده نباشه و اینکه کاری که داره انجام میده کاری نبوده باشه که شخص به عنوان مثال در یک ماه قبلش توی همون پوزیشن پولی دریافت میکرده و الان میخواد به صورت والنتیر انجام بده، یا اینکه حتی یک پرامیسی در آینده براش باشه، یک تعهدی در آینده براش ایجاد شده باشه که باید یک مقدار زمان رو به صورت والنتیر کار بکنه تا بعدا بتونه به اون شغل در واقع به استخدام در بیاد. نکته آخر همین هستش که فرد باید برای non-profit organization کار بکنه. اگر که برای for-profit organization هست به احتمال خیلی زیاد این employee محسوب میشه کاری که شخص انجام میده، مگر در یک مورد استثنا که اون هم internship هست. و اما مهم هست که بدونیم که فرق بین volunteering با internship چی هست، چون معمولا دانشجوها کار internship انجام میدن. internship با volunteering کاملا متفاوته. همونطور که گفتیم کار volunteering کاری هستش که شما در ازاش هیچ پولی دریافت نمی کنید و وقتتون رو صرف امور
خیریه، امور انسان دوستانه میکنید و معمولا هم با non-profit organization ها صورت میگیره. بنابراین همه افرادی که ویزای F هستن و ویزای J هستن هیچ مشکلی ندارن و میتونن کار والنتیری انجام بدن. به عنوان مثال میتونن برای یک چریتی کار کنن، برای چرچ، و این امور خیریه معمولا حالا یا امور مدنی اجتماعی هستن یا امور فرهنگی مذهبی و هیچ مشکلی نداره برای اداره مهاجرت. منتها اینترنشیپ با کار داوطلبانه باز متفاوت هست و افراد یا استودنت ها مخصوصا اگر که اینترنشیپ انجام میدن چه پید باشه چه آن پید باشه، این کاملا با کار داوطلبانه متفاوت هست. دانشجو اجازه دارن که کار اینترنشیپ انجام بدن، منتها باید مطابق قوانین خود اینترنشیپ پیش برن، چون اینترنشیپ در واقع از طرف بخش خصوصی که فور پروفیت هست به دانشجو آفر میشه. و فرقی که با کار معمولی با ایمپلویمنت داره این هستش که اولا به منظور ترینینگ هست، منظور آموزش هست. دوم این که کاری که دانشجو انجام میده از نظر اگر بخوایم ارزیابیش بکنیم کاری نیستش که در واقع جایگزین یک ایمپلوی واقعی بشه، یعنی مقدار کارش، حجم کارش خیلی خیلی کمتر هست و معمولا هم تحت سوپرویژن یک کسی انجام میده، باید یک سوپروایزری شخص دانشجو یا اسکالر داشته باشه تا به عنوان اینترن محسوب بشه. اگر که سوالی در زمینه اینترنشیپ هست، دانشجو باید حتما با DSO شون Designated School Office در میون بگذارن و مطمئن بشن که از شرایط ویزاشون تخطی نمی کنن.